Ja. Ja, das ist ja Wie بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم برادران و خواهران و نفرانی که ما را تماشا میکنند بار دیگر سلام علیکم ما امروز شهروندان تاجیکستانی که در کشور لیتوا زندگی میکنیم در محل قرارگاه اتحاد اروپا تظاهرات برپا کرده استادیم تظاهرات ما اعتراض ما به خاطر آن است که سازمان اتحاد اروپا و کشور فرانسه دیکتاتور تاجیک امومالی رحمان را دعوت و پذیرایی کرده است از این جهت ما اعتراض خود را به سازمان اتحاد اروپا و کشور فرانسه رسانیدن خواستیم از آن جهت که سازمان و کشورهای غرب اصلا اعتراف کننده یا حمایت کننده حقوق انسان است و همیشه با دیکتاتورها مبارزه می بردند و چگونه می شود که یک دیکتاتوری که 30 سال خون ملت را می مکد ملت را غارت می کند دست در غارتگری دارد دست در قتل دارد دست در فساد و کروپسی دارد او را دعوت می کنند و پذیرایی می کنند چی فرق دارد امام علی رحمان از لوکاشنکا لوکاشنکایی که دیروز اتحاد اروپا تحریم ایجاد کرد تحریم را امضا کرد و او را به اتحاد اروپا به یک کشور دعوت نمی کنند چی فرق دارد که امام علی رحمان دیکتاتور را دعوت می کنند امام علی رحمان از لوکاشنکا بدتر است لوکاشنکا هیچگاه مخالفان خود را در خارج نکشته است امام علی رحمان شهید عمر علی قواتف را چند سال پیش دقیقا سال 2015 در استانبول کشته است و مخالفان خود را در زندان هم که زندانی ها نیازمند هستند گویا که دست و پاچشان بسته است آنها را به قتل می رسانند لوکاشنکو با این بدبختیش زمین کشور بلاروس را نفروخته است خیانت به ملت نکرده است اما امام علی رحمان پارچه کلانترین یا بیشتر از 1000 گکتر زمین را به چین فروخته است که این خیانت است واقعا خیانتی که امام علی رحمان کرده است به ملت نگفتنی است خیلی خیانت های بزرگ کرده است و چه خیلی گفتم اگر لوکاشنکو برای اتحاد اروپا برای اروپا دیکتاتور است رحمانوف هم برایشون دیکتاتور باید باشد از اون نباید پذیرایی کند نباید در میز نشست گفتگو کنند در میز نشینند و گفتگو کنند چه خیلی که از لوکاشنکو با سلام کردن با نشستن در میز آر دارند ناموس دارند و شرمندگی را احساس می کنند و خود را اینه که شرمنده می دانند با امام رحمان هم باید همین طور با همین طرز با همین شکل رفتار باید کرد امام رحمان واقعا یک فسادکار است چگونه شما از فسادکار حمایت می کنید چگونه شما از با فسادکار در یک میز می شینید و گفتگو می کنید اون میلیون ها دلار های یا میلیون یوروی که اتحاد اروپا برای تاجیکستان به خاطر ساختن مکتب به خاطر ساختن بنگاه های طبی به خاطر تقویت یافتن جامعه شهروندی به خاطر تقویت یافتن انسان های دموکراتی مبلغ می دهد این مبلغ ها را امام علی رحمانوف می دزدد هیچگاه از این مبلغ ها مکتب نساخته است برعکس این مبلغ ها را برای نابود کردن جامعه شهروندی صرف کرده است امروز این اصلاحی دموکراتی در تاجیکستان فلج است شلق است به خاطر همین ما اعتراض خود را به سازمان اتحاد اروپا می رسانیم اگر چند که ما چند روز پیش پیمان ملی تاجیکستان نهضت اسلامی تاجیکستان کمیته نجات کمیته گروگان های کمیته شهروندی گروگان ها و زندان های سیاسی با نامه به اتحاد اروپا مراجعه کرده است و حتی به شخصیت جناب پریزیدنت فرانسه مکرون هم نامه فرستاد
اعتراضای خود را با شکل نامه روان کردیم، ولی امروز این برادران و شهروندان تاجیکستانی که در کشور لیتوه زندگی میکنند اعتراض خود را با شخصیت خودشان در قرارگاه آمدند و اعتراض خود را رسانده ایستادند و حالا ما با نمایندگانی بعد از اعتراض خودمو ما با نمایندگانی اتحاد اروپا در شهر ویلنوس که قرارگاه شما دیده ایستادید داخل خواهیم شد و بعدا اعتراض خودمان را که در یک لیست هست، اظهارات خودمان در یک ورقه هست، آنها را می سپاریم و همچنین درباره وضع سیاسی تاجیکستان و وضع حقوق انسان، پایمالشی حقوق انسان با آنها گفتگو خواهیم کرد. من فکر دارم که در اینجا برادرانی که حضور دارند چند حرفای گفتنی دارند. من مرحمت از برادران خواهش میکنم که هر کسی که گفتنی دارد بیاید نزدیکتر در نزد دوربین، در نزد کامیرا حرف خود را بگوید. مرحمت. بسم الله. پیش بگذارید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر و برادرانی که در اینجا همکار ما را میبینند. ما هم در اینجا اعتراض خود را بیان میکنیم و اونانی که رحمون و دیکتاتور را در این دولت های دموکراتی دعوت کردن و با یک دیکتاتور در میز میشینند و مشورت میکنند، با اونا ناراضگی خود را بیان میکنیم و از این حکومت های دموکراتی خواهش میکنیم که با این دیکتاتور یگان داد و گرفت و یگان رفت آمد نکنند، چون که این دیکتاتور در دولت خود و به ملت خود خیانت کرده است و کرده ایستاده است و تا حال شکنجه و قتل و غارت در زندان های تاجیکستان دوام دارد. به همین خاطر به ملت و ملت تاجیک این رو میرسونم که انشاءالله در هر جایی که رحمانوف رفت در اونجا حتما مخالفین و مبارزین هستن که از حقوق آنها حمایت و جانبداری میکنن انشاءالله. خود خود در حق ما دعاگو باشین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر عبدالشکر. عبدالشکر نماینده دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در شهر ویلنوس کشور لیتوا هست و اینجا چندین نفر هم حضور دارند، از جمله معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اکی شانهیم حضور دارند و سخنگوی پیمان ملی تاجیکستان اکی بابا جان هستند و چندین اعضای پیمان ملی تاجیکستان در اینجا حضور دارند، از جمله سلیمان دولت هم که اعضای پیمان ملی تاجیکستان هست در اینجا حضور دارند و من از یک اینها سپاسگزاری میکنم که امروز در این اعتراض ما، پیکت ما اشتراک میکنم و واقعا چه خیلی گفتیم امام علی رحمان بغیر از اون جنایت هایی که کرده است و دیگر دیکتاتورها شاید این کار را انجام نداده باشند، یعنی فروختن زمین ملت و یک کشور دیگر، واقعا فرانسه و بریتانیا کبیر به خاطر یک قطعه زمین 116 سال فرانسه با بریتانیا کبیر جنگ کرده است، جنگ تراسترینی اروپا شاید در تمام دنیا همین جنگ فرانسه و بریتانیا کبیر است که چه خیلی گفتیم زیاده از 116 سال دوام کرده است. این هم به خاطر یک قطعه زمین است. اما امام علی رحمان با یک کشور سفر دارد، یا فرانسه امام علی رحمان را دعوت کرده است که او یک زمین فروش است، او یک وطن فروش است واقعا و نباید فرانسه این گونه شخص ها را غیر از دیکتاتور بودن یک زمین فروش، یک وطن فروش را باید قبول کند، با او در یک میزی نشست گفتگو داشته باشد. و من از برادرانی که اینجا حضور دارند از یک نوار از نوارگر خواهش میکنم که یک مراتبه بینای مقر اتحاد اروپا را گفتر و نختر نمایش دهند.
نوارگیرانده یا به نظر دوربین معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برادر اکیل شاهنعیم را دعوت میکنیم. خواهش میکنم که یکچند حرفای دل خودشان را در اینجا اظهار دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم برادران و خواهران گرامی و کسی که امروز ما تماشا دارند. راستی شما اینجا جمع شدیم به خاطر آن که اعتراض خودمان را علیه تصمیمی که امروز کشور اتحاد اروپا گرفته برای دعوت کردن امام علی رحمان که یک دیکتاتور واقعی است و یک انسان ظالم است و یک انسانی که 30 سال شد یک دیکتاتوری را با تمام انواعش در کشور انجام داده ایستاده است، ولی امروز پرزیدنت فرانسه محترم ایمانوئل ماکرون امام علی رحمان را دعوت کرده ایستاده است که خود فرانسه مهد تمدن دموکراتیا نام میبرند در تاریخ، ولی چهل یک کشوری که این مهد تمدن دموکراتیا است یک دیکتاتور اینها هر دوش مخالف یک دیگر هستند، هم مثال دموکراتیا و دیکتاتور این هر دو مخالف یک دیگر هستند، ولی این انسان را دعوت کرده است و در یک میز با اون میشیند با اون صحبت میکند. در چی مثلا؟ من همینم وارد سوال میخوام بکنم که در چی مثلا میخوام اونها صحبت کنم؟ و امام علی رحمان جلالی دوستمان ما قهر کردن از 1100 کیلومتر متر مربع تاجیکستان فروختگی نیست، این زیادتر فروختگی است، چون که مساحت تاجیکستان 43,100 متر کوادراتی بود، ولی حاضر یعنی 41,700 متر کوادراتی باقی موندگی است. اون باقی موندش کجا شده است؟ اون اولی هیچ کس نمیداد، فقط 1100 متر کوادراتیش معلوم است که در تاریخ نوشته شده است، که یعنی که این را یه وقتا در همون دور گذشته وزیر طور خروجه اون دور که در مسئولیت قرار داشت همراه خان ظریفی این را بردی دموکراتی نام داده بود. کی شد؟ بردی دیپلماتی. بردی دیپلماتی. دیپلماتی نام برده بود. چهل یک وجب خوب کشور کسی به کسی نمیتید. چهل که این اونجا خیل کردن بریتانیا و فرانسه 116 سال جنگ کردن به یک خطه زمین، ولی این انسان که ملت فروش است، وطن فروش است، خاک وطن را فروخت است و امروز با یک انسانی که رئیس جمهوری مهد تمدن دموکراسی است او را دعوت کرده است. این کجا چی منطق است که در کجا قرار میگیرد؟ خب امام علی رحمان یک قاتل است، اون ملت خود را نیست کرده ایتوز. یکان نخبگان سیاسی امروز همه در خارج از کشور قرار دارند، کسی که کمتر عقل فراسه سوادرات از کشور میگذرد میگذرد. در یکان کشور دنیا شما تصور کردن نمیتونید که کشور نیست که 8 ماه سبب ندارد، ولی رحمان میگه که امروز شکرانه این وطن کنید، شکرانه نکنید که در این وطن شما زندگی نکنید. و آخرین برادر برآمد امام علی رحمان ما رو بسیار تاثیرگذار کرد، اون گفت که شما میتونید مسجد برنید، این گپش دروغ است، شما میتونید نماز بخونید، این گپش دروغ است، ولی از این دروغترش یک گپ گفت که شما هیچ وقت به سیاست حکومت دخالت نداشته بودید، یعنی دخالت کردین یعنی قضیه تا قضیه زید سعیدف مدروزی اسکندرف و مبارزانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که امروز در زندان قرار ندارد قضیتان همین میشد، لیکن مثل شهید عمر علی قوتف در کشوری بیگانه در کشوری دیگر ملت میروه اپوزیسیونی خود را بین میبرد. با این نفر من حیرانم برای چی اتحاد اروپا امروز خود بروسل دعوتش کرد و این روز یعنی فردا و روز دیگر 12 و 14 در فرانسه قرار میگیرد،
اگر صدای ما را بشنوند این آدم را قبول نکنند و روانش کنند تاجیکستان. رحمانوف استعفا. با همین سخنان خودم با خود تشکر اکی شاهلایی واقعا حرفای درست گفتند در باره رئیس جمهور امروزه کشور که واقعا یک دیکتاتور است، غیر از دیکتاتور بودن یک آدم ربا است، چون در تمام گزارش های بین المللی حتی گزارش کشور دموکراتی آمریکا هم کشور تاجیکستان و رژیم رحمانوف را یک حکومت آدم ربا نامیده است. خیلی که همه شما میدانید این رژیم مخالفان خود را هم از کشورهای غیر یعنی بیشتر از روسیه دزدیده می آورد و امروز بسیاری از برادران ما، مبارزان ما که در روسیه فعالیت می کردند دزدیده شد. یکی از اینها دوملو نیمجان سمیف، شابدین بدالف و شرافدین گدایف را هم دزدیده بودند. یعنی که این رژیم یک آدم ربا است. باید حکومت های غرب بخصوص اتحاد اروپا و کشورهای اروپا باید این را بدانند و چه خیلی که گفتم ما با هر شکل اعتراض خود را و این خواهش ها و درخواست های خود را خواهیم رسان. و البته برای ما همگی تقریبا 25 یا 30 دقیقه وقت جدا شده بود برای اعتراض کردن. حالا از بابا جان، برادر بابا جان خواهش میکنم که اعتراض پیمان ملی تاجیکستان و اعتراض همه ما را با زبان انگلیسی اینجا قرائت کنند و بعدا با نمایندگان بلند مقام اتحاد اروپا در همین کشور ملاقات خواهیم کرد. مرحبا. National Alliance of Tajikistan has a letter of recommendation of to the President of France and the Parliament of Europe, which I will summarize for you. The original letter will be sent to them. Every day, the bipolarity of our world becomes more and more distant. Countries of the free world with stable democratic institutions on the one hand and autocracies on the other. There are every day new laws and being invented narrowing human rights and freedoms, and more often arbitrary measures are applied aimed at further narrowing the private space of citizens. Unfortunately, our country, Tajikistan, is at the very bottom of the rank of countries in terms of freedoms. In Tajikistan, since 2015, more than 1,000 citizens of different political orientations and of civil society have been thrown into prisons for political reasons by the government run by Rahman for 3 decades. Democratic Party of Tajikistan Chairman Mahmadrozi Iskandar, Islamic Liberal Party of Tajikistan Deputy Chairman Muhammad Ali Haid and Said Omar Husseini, New Tajikistan Party Leader Zaid Saidov, Social Democratic Party Deputy Chairman Mahmurod Abinayev, Leader of the Youth of Tajikistan Movement Maksud Ibrahimov, lawyers Uzurmeh Yorov and Nuruddin Mahkamov, and others were sentenced to long prison sentences. The political assassination of the leader of the political movement group, Mr. Chol, Group 24, Omar Ali Kuvatov, the disappearance of blogger Ehson Odinayev, the murder of political prisoners in prisons, and the continuation of attempts to murder of other political prisoners still remaining there. This is not a complete list of all human rights violations in our country. We are deeply saddened by the fact that Imam Ali Rahman, who was usurped power in our country, is being adapted at such a high level, and due to this fact,
be appealed to Mr. Charles Michel, the President of the European Council, and all members of the European Council as follows. If it so happened that political expediency in the face of the Taliban threat in the region forced the European Union to consider Rahmon an acceptable figure of a meeting at such high level, we would ask you to demand Rahmon to fulfill Tajikistan's international human rights obligations and as a gesture of goodwill to release those political prisoners in whose cases decisions have been made by the United Nations Working Group on arbitrary detention and found that their detentions and imprisonments to be in violation of international law, and among whom they are elderly citizens. The original letter will be sent to these organizations. Thank you very much. خوب تشکر زیاد برادر بابو جان با همین بعد از چند لحظه تظاهرات ما به آخر میرسد و حالا نمایندگان اتحاد اروپا در کشور لیتوا که حالا دیده سالید مقرش اینجا است ما رو انتظار است و ما با آنها صحبت خواهیم کرد و نتیجه صحبت رو هم شاید که در رسانه ها چاپ کنیم و همین طور ما از حکومت و رژیم رحمانوف طلب داریم که زندانی های سیاسی رو آزاد کنند. ما از رژیم رحمانوف طلب داریم که حقوق احترام به حقوق انسان کنند. ما از حکومت رژیم رحمانوف طلب داریم که رحمانوف رو به استعفا فرستاند. تشکر زیاد برادران عزیز و آنهایی که امروز اشتراک کردند. من هم از نام خودم و از نام تمام اهل برادرانی که اعضایان پیمان ملی توریستان از رهبریت پیمان ملی توریستان تشکر میگویم و انشاءالله تا بازدید تشکر خیلی